بعد از 3 ماه از انتصاب رئیسی جلاد، بنبست بیراه حلی حتی صدای خودی‌های نظام را هم درآورده است. چرا؟ آقای رئیسی، شما و تیم کاریتان مسئله محور وارد کارزار شوید، نه نمایشی و بی ثمر. آقای رئیسی، این نسخه شفا نمی‌دهد. جناب رئیسی، علی‌رغم این 2-3 ماهی که تشریف آوردید، اگر بخواید با همین روش تاتی تاتی این آقایون رو بخواید عوض بکنید، طلایی‌ترین فرصت‌ها رو از دست میدید. تورم و گرانی افزار گسیخته کالاها و خدمات چه زمانی کنترل می‌شود؟ آقای رئیس جمهور عزیز ما، نکته مهمتر مراجعه مستقیم شما به مردم برای یافتن مشکل آخر مصیبت است. یعنی دولت نمی‌داند مشکل کجاست. اما آخوند رئیسی همچنان به بازی نمایشی اصرار دارد. بعضی‌ها گاهی میگن فلانی چرا در صحبتاش زیاد میگه ان شاء الله. باز هم میخوام بگم ان شاء الله. خامنه‌ای از چه میترسد که به نمایش‌های رئیسی احتیاج دارد؟ این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که دیروز جناب آقای رئیسی انجام دادن که رفتن خوزستان، این یک جلوه از مردمی بودن. یعنی دیگه مردم پشت گوششون دارن میبینن و نگرانن. الان 100 روز اول 10 روزی که تمام میشه، چی شد؟ چه کار کردیم توی 100 روز؟ من عرضم اینه که الان جامعه دیگه در آستانه تحمل نهایی خودش هست. اگر مجدد ما به هر شکلی جامعه رو تحریک بکنیم، این تورم حتی 10% دیگه الان انفجاره. سعید حجاریان از باند مغلوب هشدار میدهد ترکیب استانداران را ببینید، میترسند، مردم در عذابند، ممکن است جامعه متشنج شود و مردم دوباره به خیابان بیایند. جنس اعتراضات بعدی جنسی شبیه به بعد از ماجرای بنزین، یعنی اعتراضات سال 98. 25 آبان مردم به خاطر که اونی بارش اعتراض مسلمان آمیز کردن، با کتک جواب دادن. خامنه ای بی ناموس، خامنه ای بی ناموس، خامنه ای، خامنه ای، دادگاهیت میکنیم.